خواست آزادی زندانیان سیاسی را همگانی کنید. گزیده خبرها: انتقال سپیده قلیان به بند زنان زندان اوین، بازداشت هیراد پیربداغی و اصل محمدی، دو فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در تهران، محکوم شدن نصرت بهشتی به 7 سال زندان، شکنجه و تجاوز، گزارشی از بازداشتگاه‌های مخفی نهادهای امنیتی در سنندج، ارومیه و کرمانشاه، عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری ناهید تقوی و مهران رؤوف شد و ادامه موج بازداشت‌های گسترده در کردستان. درود بر شما. امروز شنبه 22 آبان ماه 1400 برابر با 13 نوامبر 2021 خبرها و گزارشات مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی را از رادیو پیام کانادا در ترکیه تقدیمتون میکنم. لطفاً همراه ما باشید. انتقال سپیده قلیان به بند زنان زندان اوین. سپیده قلیان، فعال سیاسی و مدافع جنبش کارگری، روز پنجشنبه 13 آبان ماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم قلیان روز دوشنبه 19 مهر ماه در حالی که در ایام مرخصی به سر می برد توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهرش در اهواز بازداشت و روز پنجشنبه 22 مهر ماه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، این انتقال برای تحقیقات و بازجویی در مورد پرونده جدید احتمالی قلیان در رابطه با افشاگری مطالبی از آزار زنان در زندان بوشهر صورت گرفته است. گزارشی از آخرین وضعیت هیراد پیربداغی و اصل محمدی، تداوم بلا تکلیفی در بند 209. اصل محمدی و هیراد پیربداغی، فعالین کارگری، از تاریخ 15 آبان ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می‌برند. بازداشت این شهروندان همراه با تفتیش منزل آنان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی‌رغم سپری شدن یک هفته، اصل محمدی و هیراد پیربداغی، فعالین کارگری، کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. این فعالین کارگری روز شنبه 15 آبان ماه پس از تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. خانم محمدی روز پنجشنبه 20 آبان ماه به یکی از سلول‌های جمعی بند 209 زندان اوین منتقل شد. بازداشت و ضرب و شتم مسعود فرهیخته از معلمان معترض توسط عوامل امنیتی در متروی بهارستان تهران پس از پایان تجمع. تجمع اعتراضی معلمان روز 20 آبان در تهران و همزمان در 51 شهر کشور در اعتراض به عدم اجرای رتبه بندی برگزار شد. پس از پایان تجمع، نیروهای امنیتی لباس شخصی در متروی بهارستان با حمله به معلمان داخل مترو قصد بازداشت چند تن از معلمان را داشتند که پس از ضرب و شتم چند تن از معلمان که قصد سوار شدن به مترو را داشتند، آقای مسعود فرهیخته از فعالین بازنشسته معلم را به زور بازداشت کردند و در حال حاضر خبری از وضعیت این معلم بازنشسته در دست نیست. چهارمین روز اعتصاب قضایی مهدی فتحی. در چهارمین روز اعتصاب قضایی مهدی فتحی از زندان عادل‌آباد گزارش شده است وی از نارسایی قلب رنج می‌برد ولی از بیمارستان و پزشک متخصص بی‌بهره است. زندان عادل‌آباد شیراز از کوچکترین حقوق شهروندی زندانی دریغ می‌کند. در منگاه زندان با امکانات بسیار محدود فریادرس مهدی نخواهد بود. انتقال کیوان صمیمی به بند 6 زندان اوین. بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کیوان صمیمی، زندانی سیاسی محبوس بند 8 زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 منتقل شده بود، به بند 6 منتقل شده است. بند 6 زندان اوین بند زندانیان خدماتی و کارگری است و هیچ یک از زندانیان سیاسی در آنجا حضور ندارند. مأمورین وزارت اطلاعات روز گذشته کیوان صمیمی را به بند 209 برده و امروز با انتقال او به بند 6 تمام راه‌های ارتباطی وی با دیگر زندانیان سیاسی را مسدود کردند. این اقدام نهادهای امنیتی و مسئولین زندان به قصد آزار و اذیت و منزوی کردن زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد تا به این شکل
مانع از اعتراضات جمعی زندانیان سیاسی شوند. تداوم محرومیت آتنا دائمی از حق تماس تلفنی. آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، از بیش از 2 ماه پیش تا کنون از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی محروم مانده است. این تصمیم علارغم دستور مستقیم واحد اجرای احکام رشت در خصوص نبود محدودیت در برقراری تماس تلفنی برای این فعال زندانی صورت گرفته است. بازداشت راحیل موسوی، فعال رسانه‌ای، توسط نیروهای امنیتی در خرمشهر. راحیل موسوی، عکاس و فعال رسانه‌ای اهل خرمشهر، شب سه‌شنبه 18 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. راحیل موسوی پیشتر در آذر 1395 به دلیل شرکت و عکس برداری از تجمع اعتراضی به انتقال آب کارون توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. محکوم شدن نصرت بهشتی به 7 سال زندان. نصرت بهشتی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان خراسان رضوی که در 13 مرداد 1400 به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شده بود، پس از ماها بلا تکلیفی در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور توسط قاضی منصوری محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شد. آزادی 5 عضو از خانواده ستار بهشتی. گوهر عشقی میگوید: حتی از نوه 10 سالم بازجویی کردند. صدایم خاموش نمی شود. تهدید کردند، تلاش کردند تا با ترساندن از عواقب ادامه کار بنیاد ستار بهشتی دست از بنیاد بکشم. ماموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند که به کار بنیاد پایان دهد. اما خانم عشقی به صراحت با این خواسته آنها مخالفت کرد. بنیاد ستار بهشتی شامگاه روز شنبه 15 آبان ماه اعلام کرد 5 عضو خانواده ستار بهشتی که در آستانه ساروز جانباختن او بازداشت شده بودند آزاد شدند. گوهر عشقی، سحر بهشتی، مصطفی اسلامی و 2 نوه 2 و 10 ساله خانواده در بازداشت بودند. احضار عزیز قاسمزاده به دادسرای عمومی و انقلاب رودسر. روز شنبه 15 آبان ماه عزیز قاسمزاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان، طی ابلاغی به شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر احضار شد. او در تاریخ 4 مهر ماه، 1 روز پس از تجمع سراسری فرهنگیان کشور بازداشت و پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. قطعی شدن حکم 10 سال حبس عباس واحدیان شاهرودی. عباس واحدیان شاهرودی، معلم و از امضا کنندگان بیانیه 14 مبنی بر استعفای علی خامنه‌ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی، به 10 سال حبس قطعی محکوم شد. این حکم را شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد صادر کرده و در حالی که عباس واحدیان شاهرودی از اوایل شهریور بازداشت شده، به عنوان حکم قطعی به او ابلاغ شده است. محکوم شدن 6 شهروند بهایی در شیراز. 6 شهروند بهایی در شیراز به بیش از 19 سال زندان محکوم شدند. صدیقه اقدسی، آلیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، 6 شهروند بهایی در شیراز به اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شدند. درخواست آزادی فعالان محیط زیست در ایران در آغاز کنفرانس گلاسکو. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در نامه خود خطاب به آلوک شارما، رئیس کنفرانس، و رونوشت به گرتا گوتنبرگ، فعال جوان و سرشناس محیط زیست، به صدور احکام طولانی مدت زندان برای 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: در حالی که مسائل مهم مربوط به تغییرات اقلیمی در این کنفرانس مورد بحث قرار می‌گیرد و نمایندگان رژیم اسلامی نیز به این کنفرانس دعوت شدند، این رژیم فعالان محیط زیست را که در رابطه با تأثیرات اقلیمی بر ایران آگاهگری می‌کنند را دستگیر و شکنجه می‌کنند. بازداشت عمر شریفی بوکانی، زندانی سیاسی سابق، توسط نیروهای امنیتی. روز پنجشنبه 20 آبان ماه، عمر شریفی بوکانی، زندانی سیاسی سابق اهل بوکان ساکن تهران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل شخصی این شهروند 70 ساله مراجعه و وی را بازداشت کردند. شکنجه و تجاوز، گزارشی از بازداشتگاه‌های مخفی نیروهای امنیتی در سنندج، ارومیه و کرمانشاه. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش مفصلی به وجود بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در شهرهای سنندج، کرمانشاه و ارومیه پرداخته است. انواع شکنجه‌های روحی و جسمی، حتی در مواردی تجاوز، از جمله شکنجه‌هایی است که در این بازداشتگاه‌ها به صورت گسترده رواج دارد.
محکوم شدن فاطمه کریمی توسط دادگاه انقلاب سقز به 1 سال حبس. فاطمه کریمی شهروند ساکن ایلام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به 1 سال حبس محکوم شد. خانم کریمی پیشتر در خرداد ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری ناهید تقوی و مهران رؤوف شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای روند دادرسی پرونده‌های ناهید تقوی و مهران رؤوف در ایران را به شدت ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت که ناهید تقوی از کمردرد مزمن رنج می‌برد و مسئولان از دادن اجازه به انجام عمل جراحی بر روی ستون فقرات او که به گفته پزشکان متخصص نیاز فوری به آن وجود دارد خودداری می‌کنند. ادامه موج بازداشت‌های گسترده در کردستان. در هفته‌های گذشته و به دنبال تغییرات مدیریتی در اداره اطلاعات کل استان کردستان، موج تازه‌ای از بازداشت، احضار و تهدید فعالان و شهروندان کرد در شهرهای مختلف استان آغاز شده است. بنابراین گزارش در شهرهای بانس، سقز، سنندج، مریوان، دهگلان و کامیاران ده‌ها فعال و زندانی سیاسی سابق از سوی ستاد خبری اطلاعات اداره اطلاعات این شهرها احضار تلفنی شدند و بازجویان امنیتی ضمن تهدید این افراد به بازداشت دوباره خواستار توقف هر گونه فعالیت مدنی و سیاسی آنها شدند. با بازداشت 5 نفر در مریوان و 6 نفر دیگر در شهرهای بانه و سقز، شمار بازداشتی‌های 3 روز اخیر در کردستان دست کم 27 نفر رسیده است. ممنون از اینکه تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. بدرود تا برنامه بعد. خواست آزادی زندانیان سیاسی را همگانی کنید.